تحلیل‌های عراقی می‌گویند آخرین مرحله عملیات پاکسازی کامل داعش در بخش غربی و قدیمی شهر موسل را آغاز کردند. به گفته فرماندهان عراقی، پیکارجویان داعش راهی جز مرگ یا تسلیم شدن ندارند. همزمان داعش در رقعه سوریه هم در حال عقب نشینی است. علی جوانمردی از عراق درباره آخرین تحولات جنگ علیه داعش گزارش می‌دهد. روز جمعه مرحله نهایی عملیات پاکسازی منطقه قدیمی موسل از پیکارجویان داعش شروع شد. از صبح امروز نیروهای عراقی حملات خودشون رو افزایش دادند و دارن پیشروی میکنن در منطقه موسل قدیمی به سمت دجله. به گفته ژنرال شاکر جودت، رئیس پلیس فدرال عراق، نیروهای دولتی خانه به خانه رو بازرسی میکنن و آهسته و پیوسته جلو میرن به طرف رودخانه دجله تا پیکارجویان داعش رو یکی یکی از پای در بیارن، که گفته میشه کمتر از 100 پیکارجو در این منطقه باقی موندن. در 24 ساعت گذشته نیروهای عراقی موفق شدند که 1000 غیر نظامی رو از این منازل نجات بدن، به مناطق امن برسونن. به گفته فرماندهی عملیات نینوا، حدود 100 پیکارجوی داعش که در این منطقه باقی موندن دیگه هیچ توان مقاومتی رو همانند سابق ندارن، نمیتونن بجنگند و هیچ خودرو بمبگذاری شده ای هم دیگه در اختیار ندارن. مقاومت اونها محدود هست به تکتیراندازانی که بر روی پشت بام ها یا گاهی از منازل مسکونی نیروهای دولتی رو هدف قرار میدن و برخی اوقات هم با نارنجک های دستی به نیروهای دولتی حمله میکنن و سعی میکنن که تلفاتی رو وارد کنن. به گفته ژنرال شاکر جودت، داعش در 2-3 روز آینده به طور حتم، به طور کامل از منطقه قدیمی موسل پاکسازی خواهد شد، ولی پیکارجویان داعش هنوز سعی میکنن از غیر نظامیانی که در این مناطق گیر افتادند و باقی موندن نتونستن فرار بکنن به عنوان سپر دفاعی استفاده بکنن. از دیروز تا حالا بمباران هوایی پیکارجویان داعش هم متوقف شده، چون فاصله با نیروهای دولتی بسیار کم هست، گاهی فاصله کمتر از 10 متر هست، یعنی در یک خونه هم پیکارجوی داعش هست هم نیروهای دولتی، و در سطح یک خونه تصور کنید که با هم در حال جنگ و درگیری هستند. در حال حاضر دولت عراق داره خودش رو آماده میکنه برای اعلام پیروزی کامل و پاکسازی کامل داعش در موسل، که به گفته فرماندهان عراقی تا اعلام این خبر فاصله زیادی باقی نمونده. همزمان داعش در رقه هم تحت فشار روزافزون قرار گرفته. امروز نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کردند که موفق شدند با حمایت هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا منطقه کسر احمد آقا در جنوب شرقی رقه رو به طور کامل آزاد بکنند و همچنین 75% منطقه قدیمی رقه رو هم از کنترل پیکارجویان داعش خارج بکنند و اون منطقه رو هم آزاد بکنند. پیشروی در هر دو منطقه ادامه داره. رقه به طور کامل محاصره شده و در جریان درگیری‌های امروز به گفته نیروهای سوریه دموکراتیک 17 پیکارجوی داعش کشته شدند. نیروهای سوریه دموکراتیک تحت حمایت آمریکا از 1 ماه پیش عملیات آزادی مرکز رقه، که در واقع آخرین مرکز بزرگ داعش در عراق و سوریه محسوب میشه، رو شروع کردند و فراتر از پیشبینی‌های به عمل اومده، در حال پیشروی سریع هستند. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.